دعای حضرت ابراهیم وقتی که با اسماعیل کعبه را درست کردند از جمله دعاشون این بود اول اینکه دعا کردند که بار از ما قبول بفرما بار بر ما توبه کن و بعد هم فرماند که ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکا و یعلمهم الكتاب والحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم در سوره مبارکه بقره هست بار ها از میان اینها از میان خودشون کسانی که میان در اینجا ساکن می پیانبری پیامبری را بفرست که آیات تو را بر آنها میخواند این ابلاغ هست بلاغه رساندن آیات خدا به مردم هست و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم بحث تعلیم و تزکیه این تعلیم و تزکیه همین بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که خداوند فرماند که لتبین للناس ما نزل الیهم برای مردم بیان کنی آنچه که برایشون نازل شده برای مردم دقت بفرمایید پس قرآن نیومده که اولا ما اینو به خاطر مناسبتی بخونیم سر قبر بخونیم وقتی که صبح فقط رو باز کردیم بخونیم مراسم عزای قرآن بذاریم تو تاقچه باشه رمضانی آمد قرآن بخونیم یه جمعه اومد بخوایم سوره کهف بخونیم بعد قرآن رو بذاریم کنار ما نزل الیهم تا آنچه که براشون نازل شده برای ما نازل شده قرآن قرآن اونطور که گفتم کاتولوگ ما انسان هاست خدا ما را آفریده این هم کاتالوگ ماست که چطوری زندگی کنیم خب پس وظیفه پیامبر در بیانی که فرمودن الان بحث خواندن آیات بر آنهاست که ابلاغ هست یعلمهم الکتاب و و یزکیهم این میشه تبیین بهشون یاد میده که چطوری صبر کنن چطوری زندگی کنن چطوری برخورد کنن عبادت خدا چگونه کنن پس تعلیم کتاب و تزکیه پاک کردن این بیانی است که رسول الله صلی الله علیه و آله داشتند و یا فرند در سوره آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم خداوند منت نهاده است بر مؤمنان آنگاه که در میان ایشان از خودشان پیامبری را برانگیخت از خود ما انسان هاست از جنس ما انسان هاست چه کار میکنه این پیامبر این منتی که خدا الان بر سر ما انسان ها داره منت خداست بعثت رسول الله صلی الله علیه و فرستادن حتی همه انبیا منت خدا بر سر ماست که ما را به حال خودمون رها نکرده ما را دوست داشته که پیامبر فرستاده که راه را به ما نشون بده خداوند وقتی که میفرمایند من هر مخلوقی را برای یه هدفی آفریدم و اون را در اون خط قرار دادم اجباری این کار را انجام میده الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا آفرینش زیباترین وجه ممکن سپس هدایت یافتن رهنمود شدن برای کاری که آفریده شده در اون مسیر قرار میده و کار خودش رو انجام میده این مخلوق این وظیفه این مسئولیت در چرخه زندگی داره در محیط زیست داره نباشه یه اختلالاتی پیش میاد انسان هم خداوند اونو برای یک هدف آفریده اما اونو وادار نکرده راه نشونش داده فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا آفریدیم انسانو برای یک هدف آفریدی، اما مجبورش نمی مثل باقی مخلوقات اونو برای عبادت خدا بندگی برای خدا برای تنفیذ اوامر خدا برای آباد کردن زمین بر اساس دستورات خدا آفریدیم خب حالا این انسان اختیار داره انجام بدهد انجام ندهد هدیناه و سبیل راه و نشونش دادیم حالا شاکر باشد یا کفور باشه اختیار با خودش هست